بینندگان گرامی، همراهان برنامه تیک تاک، درود بر شما. امروز سه‌شنبه سوم اسفند، بر اساس فراخوان قبلی شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان، فرهنگیان و معلمان در بیش از 100 شهر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. محل این تجمعات در تهران مقابل مجلس، در مراکز استانها مقابل اداره کل استان و در شهرستانها مقابل اداره آموزش و پرورش بود. معلمان خواستار تحقق مطالبات خود از جمله تحقق رتبه بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان و آموزش رایگان برای کودکان و آزادی معلمان دربند هستند. برخی از شعارها در تجمع اعتراضی معلمان عبارت بود از رئیسی قالیباف این آخرین هشدار است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است، و شعار شش کلاسه دروغگو حاصل وعدهات کو. با درود به معلمان و فرهنگیان آزادی میهنمون، برنامه امروز تیک تاک رو آغاز میکنیم. همکارانی که در زندان هستند به خاطر مطالبات قانونی، به خاطر آموزش رایگان، کبوتران سفیدی را به پرواز در میاریم به امید روزی که همه همکاران از زندان آزاد شوند. امروز سوم اسفند 1400 تجمع معلمین برای احقاق حقوقشون اینجا قزوین. خبرنگار سیمای آزادی هستم. اجرای همترازی. خبرنگار سیمای آزادی از مقابل اداره کل آموزش پرورش تبریز گزارش میدم. امروز سوم اسفند 1400 نگار سیمای آزادی، سوم اسفند 1400 شیوه. اگر عدالتی بود معلم اینجا نبود. رئیسی قالیباف این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است. رئیسی قالیباف این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است. نه تبعیض نه سازش، رتبه بدون خواهد. تجمع معلمین و بازنشستگان استان کرمانشاه سه‌شنبه 3 اسفند 1400 خبرنگار سیمای آزادی.
مسئله ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی وضع کردن یا حذف نکردن اون مدت هاست که روی میز رژیم آخوندیه. بنا به اعتراف سرکردگان خود رژیم، این مسئله اونقدر رفت و برگشت داشت و اونقدر حساس شده که دیگه یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه تبدیل به یک مشکل امنیتی خواهد شد و عواقب انجام اون یکی از نگرانی های جدی سردمداران رژیمه که این نگرانی در صحن مجلس ارتجاع به وضوح به چشم دیده میشه. پس از ماها کنکاش و جدال بر سر حذف ارز ترجیحی، روز دوشنبه دوم اسفند ماه معلوم شد اشکال عدم پیشرفت تر امنیتی و نگرانی از شعله ور شدن آتش قیام است و نه رعایت مردم. حذف اینا یعنی شش برابر کردن قیمت ها. مجلس باید داره جواب بده. سناریوی پیچیده کردن 9 میلیارد دلار رو، این حرفایی که از صبح زده میشه، یعنی مجلس رو ببرن رو خطی که با مردم روبرو بشن. با حاج بابایی اینجا این که شعار بدیم در جلوی ملت ایران تصمیم بگیریم، این چه حرفیه میزنید؟ جلوی قضیه بایستید. من اتمام حجت کردم. روزنامه همدلی در همین روز با اشاره به بن‌بست تصمیم گیری در مطلبی با عنوان بررسی امنیتی حذف ارز ترجیحی نوشت، هرچند که تا کنون مجلس میگوید تصمیم نهایی را هنوز نگرفته ایم، اما آنان در این حال تاکید دارند که راه دیگری نیست. متاسفانه ما توی فضای احساس عجز افتادیم، به دولت خودمون اطمینان نداریم، میگیم دولت توانمندی نداره. ما در نظام ولایت فقیه هیچ بن‌بستی نداریم، هیچ بن‌بستی نداریم. روزنامه همدلی در ادامه با اشاره به مشاوره اطلاعات سپاه به مجلس درباره تبعات یک تصمیم سخت اقتصادی هشدار داد. بسیاری از کارشناسان مخالف این اقدام هستند و آن را مساوی با افزایش افسار گسیخته قیمت ها و در نهایت بروز نارضایتی های اجتماعی می دانند. مردم واقعا در فشارن، واقعا در فشارن و هیچ راهی نمونده. اقتصاد ورشکسته، فقر و فساد و فحشا تحمیل شده به این ملت، به این مردم مظلوم. چی بگم که ناگفتنش بهتر است. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. فقط باید مردم بریزن تو کف خیابونا. مردم باید خودشون حقشونو بگیرن. هیچ راهی نمونده برای مردم. این روزها به موازات مذاکرات برجام در وین، بحث وضعیت اقتصادی در درون رژیم هم متناسب با این مذاکرات روی میزه. از جمله بحث تکنرخی کردن دلار، کاهش قیمت کالاها و کنترل تورم و مسائل اقتصادی از این دست. در همین رابطه گفتگویی ترتیب دادیم با پروفسور محمد حسین تسوجی، عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی مقاومت ایران. درود میفرستم به شما آقای تسوجی، خیلی خوش اومدیم به برنامه تیک تاک. تشکر میکنم جناب ارجمند، منم به شما درود میفرستم و وقت بخیر میگم به تمام هموطنان عزیز. و قبل از اینکه به سوالاتمون برسیم، میخوام واقعا دست مریزاد بگم به معلمین قهرمان ایران که واقعا با این سلسله به اصطلاح اعتراضاتشون که خواستار حق طلبیه خودشون هستن و این صدای دادخواهی مردم ایران هم هست، به هم به عموم مردم ایران و به هم تمام جهان رسوندن. باز بهشون دست مریضات میگن. برای درود بر شما پروفسور. اخیراً رئیسی ادعا کرده که تورم رو کنترل کرده و فقط این رسانه‌ها هستن که سوء نیت دارن و اخبار رو درست پخش نمی‌کنن. در ضمن ما این رو هم می‌بینیم که هم باند غالب هم باند مغلوب از رئیسی انتقاد می‌کنن. حالا ما میخواییم بدونیم که بالاخره واقعیت چیه و آیا دولت رئیسی تونسته تورم رو پایین بیاره و آیا وضعیت اقتصادی رو به بهبود هست یا خیر؟ بله، در یک خلاصه بگم از نظر اقتصادی نمره‌ای که باید به رئیسی و دولتش داد F، یعنی صفر.
اینا به طور کامل رد شدن در این مورد. ببینید اگه خود مرکز آمار خود رژیم رو نگاه کنید، این که میگن در 5 ماه گذشته خود قیمت کالا و خدمات 15% رفته بالا، در قسمت کالاها و خود اجناس مواد غذایی اینا این 17% رفته بالا، یعنی به طور متوسط بین 5-6% در هر ماه قیمت ها گرونتر شده. اینا اگه ضرب در 12 بکنید یه چی تزدیک 35-40% این مثلا تورم خواهد بود. در این رابطه خود روزنامه ها هم همونجور که خودتون فرمودین باند مغلوب یا باند غالب اشارهایی کردن. اگه اجازه میدین من یکی دوتا نمونه بهتون بگم. مثلا خود روزنامه حکومتی جمهوری از باند مغلوب است، روی پنجشنبه 18 بهمن اینطوری نوشته که این روزها مردم حال و روز خوشی ندارند، کمبودهای شهید معیشتی کمر آنها را شکسته است، گرانی ها لحظه ای و رو به افزایش روزانه قیمت ها نفس مردم را بریده و مسئولان فقط به گفتار درمانی مشغول هستند. این ترفندی است که خود این رئیس از اون اول که ما دو سر کار میزد انشالله درمانی، نمیدونم امید درمانی، الان هم که دروغ درمانیه. یا روزنامه جهان صنعت رو 21 بهمن نوشته بود که روند افزایش قیمت ها و پروسه سقوط به زیر خط فقر ادامه دارد. یک روز برنج و سیب زمینی، یک روز لبنیات و گوشت، مرغ و ماهی و میوه هم که خیلی قبل‌تر از سفره‌ها پرکشیده. درآمد سرانه ایرانی ها از سال 90 تا 99 بیش از 34% کاهش را تجربه کرده است. البته این بیشتر از اینه. این چیزی که میگن درآمد مردم، من فکر کنم اگه قیمت واقعی توان خرید ریال رو بگیرید به 1/3 رسیده باشه. تو تظاهرات فکر کنم همین معلمین بود که هفته قبلم بود، یکی از شعارهایی که میدادن این که حقوق ما ریالیه، خرید ما دلاریه. واقعا من قیمت ها رو به دلار که نگاه میکنم، یعنی ریال تبدیل به دلار میکنیم، چه با اهل تجدید چه غیره، قیمت ها از امریکا هم در بعضی موارد خیلی گرانتر است. در صورت که اینجا مینیمم درآمد، مینیمم حقوق یک کارگر در ساعت $15 در ساعت، یعنی در روز یه چیزی نزدیک مثلا $120 اینا میشه. در صورت که حقوق یک ماه یک معلم در ایران 4 میلیون تومان 5 میلیون تومانه که با ارز 25 هزار تومان حساب کنید، برمار درآمد 3-4 روز کارگر امریکاییه. در این رابطه خود از نظر چیز گرونی اینا میگم، این مصطفی دارایی نژاد، این رئیس اداره بارفروشانه، خودش میگه که هشدار داره، میگه که اگر با جدیت نظارت ها اعمال نشود قیمت سیب زمین در اسفند به بالای 20 هزار تومان خواهد رسید. دقت کنید سیب زمینی یه چیز نزدیک 8 هزار تومان بود، ولی وقتی که قیمت برنج رفت بالا، یه چیز الان میگم نزدیک 90 هزار تومان اینا باشه، خب برنج میگم سیب زمینی میتونه از نظر چیز نشاسته جبران بکنه کمبود همون برنج، حتی این رو هم داره میرن بالا. خود این روزنامه مردم سالاری 21 بهمن در رابطه با همین دروغ درمانی میگه که آمار پژوهش‌های مجلس نشان میدهد نرخ فقر در دهه 90 از رقم 18 به 29 رسیده و یکی از وظایف دولت اینه که اینو بررسی بکنه. واقعیت امر اینه، خود محمد رضا محبوب‌فر فکر کنم پژوهشگر حکومتیه، میگه که این 3 سال قبل تعداد فقرا و مستضعفین یه چیز نزدیک 30 میلیون نفر بوده، الان این به 60 میلیون نفر رسیده، یعنی از جمعیت 80 و چند میلیون نفر ایران 60 میلیون نفر زیر خط فقر هستن. خب همه اینا رو بذارین رو هم دیگه، مشخصه که رئیسی و دولتش و کابینش، رئیسی که من میگم یک پادوه، در حقیقت خود خامنه ای، این تمام اینا دستورهای خود خامنه ای رو اجرا میکنه، با بنبست کامل از نظر مسئله اقتصادی رو بشده. مسئله اقتصادی هم پاشنه آشیل رژیمه. ببینید تمام این مصائب اجتماعی و روانی اینا که در سطح گسترده میشه در جامعه، بیشترش ریشه اقتصادی داره. ولی یه سوال دیگه مهم که اگه بگم اجازه بدیم بکنم اینه که چرا حالا اینا دارن همه، چه بند مخالف چه بند موافق، حالا دارن اینطوری در روز صحبت میکنن. این مجید انصاری فکر کنم یکی از این آخوندا بوده، الان اومده میگه که سپاه در همه چی دست داره، همه چیز کارا رو میگیره، دست دوم به مردم میده. خب بزنه خود مردم بیان بکنن. این به هم پاشیده و به هم پاشیدگی و ریختگی تو دستگاه هست مبین یه چیز عمده است، اونم اینه که ببینید فشار از پایین اونقدر زیاد شده
که سیستم در حال جامعه در حال انفجاره، همونجور که خود معلمین قهرمان هم میگفتن اگه جواب نگیریم دیگه مجبوریم قیام بکنیم، و این یک زلزله‌ای تو رژیم انداخته که مرگ خودشون رو همش میبینن. از حالا میخوان برای خودشون به اصطلاح یا شاید مثلا بهانه جور کنن که ما اینطوری نبودیم. بلا کل دستگاه رژیم در تزلزل کامل هست، هیچ گونه مسائل اقتصادی رو نتونستن حل کنن و نمیتونن حل کنن، و تورم ها به نظر من گرانی قیمت ها همینجور بالا خواهد رفت. یک نمونه نیست، چه در مورد مسکن، چه در مورد تورم، چه در مورد بودجه، که دولت رئیسی تونسته باشه کاری از پیش ببره. و من همونجور گفتم به عنوان یه استاد من بهشون F دو منفی میدم، صفر مطلق. بله. یک سوال اینجا هستش، اونم این که گفته میشه که ممکنه در رابطه با برجام تا حدی بتونن به توافق برسن. حالا در ذهن زمزمه‌ای هم هست که دلار رو به طور واقعی میخوان تکنرخی بکنن. حالا تأثیرات اینها بر اقتصاد و کنترل تورم به نظر شما چی هستش؟ بله، این که در رابطه با برجام حالا به نتایجی برسن نرسن، البته برجام بعضی از مسائل تحریم ها رو برمیداره، همه رو نه، چون کنگره امریکا خودش تحریم های دیگه گذاشته به خاطر مسائل دیگه. ولی شما نگاه کنید ببینید در همون دوره احمد نژاد که برجام مسئله نبود، دوندان برجام بودن، اینها نفت رو هم بشکه 130 تا 140 دلار می‌فروختن. الان در بهترین حالت تولید نفت ایران بتونه بودجه هم که برای سال 1401 گذاشتن نزدیک 1.5 بشکه میلیون بشکه در روز هست با قیمت 60 دلار، با همون هم کسری بودجه دارد. ولی حتی فکر کنید هر چقدر اینا بتونن نفت بفروشن، مگه دوره آقای همین احمدی نژاد نبود؟ چی شد؟ فرق که بازم همونجوری بود، تورم که بازم 30% بود. چرا؟ چون اینا پولی رو که در میارن به خصوص ارزی که دارن خرج برنامه‌های تروریستیشون میکنن، یا دزدی و چپاول میکنن یا خرج برنامه‌های تروریستی میکنن. اون نوار صوتی که از این صحبت‌های سپاه اون قاسم سلیمانی اومد بیرون خیلی مبینه، خودش میگفتش که خامنه‌ای گفته که 90% این پولا رو چند میلیارد دلار بود، 5 میلیارد دلار نبود، بدین سپاه قدسی، یعنی خارج از کشور. بنابراین هیچ به نظر من امید نباید به برجام بست. اگر هم برجام یه مقدار بهشون چیز بده، توانمندی های اقتصادی بده، یعنی ارزی بده، مطمئن باشین همش در خارج سفر شد، به مقدار بسیار کمی در داخل خارج مد. در رابطه با مسئله ارز و اینکه ارز تکنیکی بکنن، این یک پیچیدگی خیلی زیادی داره. برای اینکه من در جلسات قبلم صحبت که کردیم گفتم تکنیکی کردن ارز الان دو تا مسئله براشون خواهد داشت. اگر ارز رو 4200 تومانی رو وردارن و همه اقلام مورد نیاز مثل دارو یا چیزهای دیگر رو با نرخ معمولی نرخ 25000 تومان فکر کنید ببندن، این تورمی معادل 5 برابر خواهد داشت، یعنی 500% تورم خواهد بود بالا. جنسی که شما 1 دلار می‌خریدید می‌آوردید، 1 دلار اون موقع 4200 تومان بود، الان میشه 25000 تومان. خب اگر بازرگان یا اون وارد کننده سود خودش هم برفرض بگیریم 100% بگیره، دو برابر میکنه. یعنی چیزی که 4500 تومان 4200 تومان میدادن 10000 تومان میفروختن، الان با 25000 تومان میارن 50000 تومان میفروشن همون جنسو. یعنی شما قیمت دارو الان میبینید دارو در بازار آزاد بسیار بسیار گران شده، 3 تا 6 برابر رفته بالا. یعنی این مسئله تورم زایش خیلی خیلی شدید قابل. از طرف دیگه برای اینکه ارزشون رو بتونن تهیه بکنن برای مصارف خارج از کشور، برای همین نیروهای نیابتی شد، بعد برای اینکه شکم این لاشخورهای داخل و این باند مافیایی داخل رو پر بکنن، اینا که وقتی پول خارج میکنن با ارز همون 4200 تومانی خارج میکنن. یک علم پارسال خود رئیس بانک مرکزی میگفت کمتر از 30% پولی که رفته خارج برگشته، یعنی 70% اینا پول بردن در بانکای خارجی برای خودشون ذخیره کردن. دزدی‌های کلان این باند مافیایی کش واقعا نفس مردم رو گرفته، مثل زالو افتاده روی اقتصاد ایران، رو منابع ملی ایران، نه تنها از الان داره میخوره، مال 25 سال آینده هم که حراج کردن دادن به چین و غیره و زالو اینا. اینه که در اینم موندن، در این بنبست موندن که اگر ما تکنیکی بکنیم، خب به این حزب الله لبنان، حماس، این حوثیا، نمیدونم تروریستامون توی بنزوئلا، جاهای دیگه، خب با اینا با ارز 4200 تومانی بخوایم بدیم چیکار باید بکنیم؟ یا بانک باید
بانک مرکزی باید قرض کنیم. الان میکنن خیلی از این مسئله استقراض، مسئله بالا بودن نقدینگی در داخل کشور یکی از مهمترین مسائل به اصطلاح تورم هست. توی این آچمزن گیر کردن. اولم اگه یادتون باشه با طرح دو فوریتی بردن تو مجلس که میخوایم مسئله رو حل کنیم که نتونستن. بعدش هم که باز بردن یه دو ماه پیش باز صحبت اومده بود که این کارو میخوایم بکنیم، باز نشد. الان هم واقعا از یک نظر برای کمبود کسری بودجهشون، جبران کسری بودجهشون احتیاج دارن که پول مردم بگیرن. خب این تا حد کمی، خیلی کمی میتونن با ارز، با فروختن ارز در داخل کشور حل بکنن، یعنی یه مقدار پول بدن. ولی از اون طرف هم چون خودشون نیاز دارن که ارز داشته باشن برای کارهای عمدتاً تروریستی، حتی اگه گفتیم مسئله برجام رو هم حل بکنن، این پول‌ها صرف کارهای تروریستی خواهد شد. اینه که این به اصطلاح تو شطن یه چیز داریم میگیم آچمز. رژیم در رابطه با این ارز دو نرخی واقعا آچمزه، هم میخواد بکنه پول میخواد بیاره، از اون طرف تورمزاست، از اون طرف مسائل به اصطلاح نیابتی خودش، نیروی نیابتی خودش میخواد حل بکنه و مونده. اینه که میبینید هی به همدیگه میپرن. من هنوز فکر میکنم که این برای، چون اینا بسیار مردم میگن که براشون مطرح نیست، برای واردات کالا برای مصرف عمومی احتمالاً با همون ارز به اصطلاح 27-28 تومانی خواهند کرد، ولی برای کارهای خودشون، کارهای خاص سپاه و غیره و اینا، ارز رو من فکر کنم 4200 نگه داره تا ببینیم چی میشه. بله بله، من بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، در این گفتگو ما رو همراهی کردین و تشبیهی که کردین وضعیت رژیم رو در قبال این نرخ دلار و اینکه کلا وضعیت اقتصادیش که آشمز هستش. با سپاس مجدد از شما خیلی تشکر میکنم از وقتی من دادید و باز درود میفرستم به همه شما عزیزان و به خصوص ایرانیان قهرمان، برادران و خواهران قهرمانم در کانونای شورشی و همه شما رو به پروردگار یکتا میسپارم. درود بر شما. پایدار باشید. درود بر شما. خب بینندگان، گفتگویی بود با پروفسور محمد حسین تسوجی، عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی مقاومت ایران. برنامه تیک تاک رو همراه با شما ادامه میدیم. کارشناسان در بررسی مسائل ایران حرف مشترکی دارن، مثلا اینکه اوضاع به سمت بهبود نمیره و وضعیت قفل شده، یا اینکه چشمانداز روشن نیست و بالاخره بنبست و بازگشت ناپذیری اوضاع به سمت وضعیت عادی. این وضعیت طبعا پیامدهایی برای نظام داره و این روزها همین پیامدها، یعنی نتایج رسیدن به چشمانداز تیره یا وضعیت قفل شده، دغدغه اصلی نظام شده که از هر تریبونش به نوعی شنیده میشه، در نمایش‌های جمعه به نوعی و در اظهارات کارشناسی در عرصه‌های مختلف به شکل دیگه دیده و شنیده میشه. جمع این اعترافات خودش بیانگر نزول نظام در تعادل قوا با مردم و مقاومت آزادی ستانش از یک سو و با جامعه جهانی از سوی دیگره. نظام آخوندی در میان قفل‌های کلید شکسته. محصور بودن نظام در چنبره اوضاع قفل و بازگشت ناپذیر اعترافی است که از هر کارگزار و از هر رسانه نظام به شکلی شنیده می شود. کمال عطاری، کارشناس حکومتی از باند مغلوب، در روز 25 بهمن با اشاره به تحریم‌ها گفت: تا زمانی که این وضعیت وجود دارد، نظام نمی‌تواند وارد مرحله کارآمدی شود. این کارشناس حکومتی با بیان اینکه نظام در تله توسعه افتاده افزود: ورود به مرحله کارآمدی نیازمند ثبات اقتصاد کلان است که در نظام وجود ندارد. بیان بن‌بست‌ها و ریزش‌ها در باند ولی فقیه با قصد سرکوب و سانسور است، به همین شکل صریح. الان جوانان ما در یه حجمه قرار گرفتن که خیلی از مسائل نمی‌دونن. قدیمی‌ترها هم که خودشون درگیر اون مسائل بودن، الان فراموش کردن یا جور دیگری است. دشمن داره حمله می‌کنه، ما باید جواب بدیم، دوستان مشغول خودشونن.
این آخوند حکومتی در اظهاراتش از نیروهای ریزشی نظام خواست در پاسخ به جنگ رسانه‌ای دشمن آتش به اختیار عمل کنند. آتش به اختیار برای آنها کد دست باز داشتن در غارت است. از اینجاست که دینامیسم می‌گیرند و از اینجاست که انگیزه هایشان برای خدمتگذاری به نظام رابطه مستقیم با پر کردن کیسه هایشان پیدا می‌کند. در این میان البته یک مشکل جدید پیدا کرده‌اند، آن هم مردم به پا خواستند که سرکوبگری نظام را به بن‌بست کشانده و نظام را به درد چه کنم واداشتند. بعضی ها با قلدری و با پرروی این کار رو میکنن، به خصوص هم که رسم شده اخیراً بعضی سلاح گرم هم دیگه دستشون میگیرن که این بدتر. چه چیزی برای نظام بدتر است؟ پاسخ را نمیتوان از میان سخنان کارگزاران حکومتی درآورد، چون وقتی با مسائل لاینحل روبرو میشوند و کلید حلشان را ندارند، در لحظه با موجی از این بدترها مواجه میشوند. یکی از این بدترها در هم شکستن ماشین دروغ پراکنی تبلیغاتی نظام است. این ماشین تبلیغاتی با بودجه‌های نجومی، با هزاران تریبون مجازی و غیر مجازی در برابر اراده مردم به زانو درآمده است. جمهوری اسلامی را از هر سمت و سو بمباران تبلیغاتی بکنند، در جنگ اراده‌ها، در جنگ روایت‌ها، در جنگ ترکیبی. آخوند حکومتی ایستادگی مردم در برابر نظام را نق زدن توصیف می کند. اما به هر حال ناگزیر به اذعان به ایستادگی مستمر مردمی در برابر نظام می شود. البته با ادبیات آخوندی. اول انقلاب با انقلاب نبودن. متاسفانه خانواده هایشان هم نبودن. اما بیشتر از همه اونا نق می زنن. اونایی که در هیچ راهپیمایی حضور نداشتن. در جنگ فقط نق می زدن. همیشه نق می زدن، امروز هم نق می زنن. هر خیزشی به این نقها ختم می شود. در هم شکستن ماشین جهل و خرافه پراکنی ارتجاع دینی، چیزی جز آثار پایین آمدن نظام در کفه تعادل قوا در برابر مردم ایران و مقاومت آزادی ستانشان نیست. این را کارگزاران حکومتی به هزار بیان گفتند. امروز دشمن مهمترین برنامه ریزی که داره انجام میده یک عملیات تروریستی تمام عیار علیه ذهن و شناخت مخاطبان ماست. این کارگزار حکومتی نه تنها به قفل شدن ماشین تبلیغاتی نظام برای مغزشویی نیروهایش اذعان میکند، بلکه به بیان معکوس بی آیندگی نظام و بی پاسخی او در مصافه با مردم در فضای مجازی را هم اعتراف میکند. اعترافی توأم با وحشت که خود نشان از موضع پایین نظام از یک سو و بن‌بست در مدیریت اوضاع از سوی دیگر است. وی در حالی که نظام و نیروهای وارفتش را مردم می‌نامد می‌گوید: یک هدف گذاری مهم انجام دادن و اونم اینه که بتونن دو چیز رو در فرد رقم بزنن. اولا اینکه بهش بگن راه طی شده‌ای که انجام شده به تباهی گذشته، چهل و اندی سالی که از انقلاب گذشته همش به تباهی و همش به سیاهی گذشته، و دوم هم اینکه آینده شما آینده روشنی نیست. دشمن تو سالهای گذشته، تو دوره‌های گذشته مدام شکل تهاجمش عوض شده. یه زمانی تهاجم فرهنگی بوده، یه موقع جنگ سخته، جنگ سخت اصلا مانع تحقق اراده شما میشه، یه موقع نه اساسا میاد باورهای شما، اعتقادات شما رو دستکاری میکنه. این هم یه مدل جنگه. اما یه مدل جنگ فراتر از همه اینا، بسیار پیچیده، بسیار دهشتناکه، و اون عملیات تروریستی که دارم میگم اینه. و اونم میگه هر اون کسی که گوشی تلفن همراه دستته، اجازه بده من جای تو ببینم و من برای تو واقعیت رو توضیح بدم. میتونم بگم ساعت به ساعت هر روز شما میبینی یک سوژه جدید اتفاق میفته که مردم تو این فضا احساس میکنن که یک خطی وجود داره، یک خط تخریبی وجود داره که آیندهشون آینده سیاهی بشه. واقعیت های در صحنه به این کارگزار حکومتی و کل نظام میگوید بله، یک خط تخریبی وجود دارد که آینده شما را در سیاهی محو کند تا صبح روشن آزادی در میهن اسیر بدمد.
این روزها بحث کند شدن قابل توجه سرعت اینترنت در ایران مطرحه و صحبت از این میشه که علت این کندی همین طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازیه. با اینکه این طرح هنوز تصویب نشده و امروز که این طرح رو در کمیسیون موسوم به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس به تصویب رسوندن، کم و کیف این مسئله رو در گفتگو با آقای اسدالله مصنا دنبال میکنیم. سلام به شما آقای مصنا، خیلی خوش اومدین به تیک تاک. سلام دارم به شما و به همه هممیهنان عزیزم و به خصوص اجازه بدید که درود بفرستم به همه معلمان و فرهنگیان آزاده میهنمون که این هفته برای دومین بار به طور سراسری به کف خیابون ها اومدن و خواستشون رو فریاد کردن و با شعارهایی که دادند اثبات کردن که تنها راه حل اینه که کف خیابون ها میاد به دست میاد حقشون و چیزیست که ایستادن سرش همطور که گفتن ادامه میدن و حتما موفق خواهند شد. بله انشالله. آقای مصنع بیایم سر بحث خودمون. ما میبینیم که در رسانه ها رسانه های رژیم صحبت از کندی خود اینترنت بسیار میشه که نتیجه عملی همون اقدام برای همون طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و غیر است. لطفاً به ما بگید که موضوع چیه و از چه قراره؟ بله ببینید، اولا این کندی که میگن که خب واقعیه، همم هم دارن میگن و صدای همه هم در آورده. بله. مدتیه خیلی جدیه و صدای خودیاشون هم در آورده، چه تو سطح علمیشون دانشگاه ها و چه تو همه سطوح. بله. با این مسئله واقعا روبرو هستن. امروز هم همطور که شما اشاره کردین توی مجلس رژیم کمیسیون طرح حمایت از به اصطلاح حقوق کاربران در فضای مجازی، اسم این طرح اصلا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، خیلی جالبه همه چیز تو رژیم معانی عکس اینجا. بله عکسه، یعنی طرح از کنم که سرکوب و بستن اسمش شده طرح صیانت. به هر حال این امروز تو این کمیسیون تصویب شد که 18 نفر بهش رأی موافق دادن و تصویب شد. ولی جالب بذارین همینم من یه اشاره بکنم. 18 نفر خود از چند نفر هستش؟ 19 نفر. 19 نفر. بله. بعد یک نفر هم غایب بوده. نخیر، یک نفر نبوده. بعد میگه که خودشون میگن، میگن که کمیسیون مشترک به عجیب ترین شکل ممکن و بدون دادن فرصت صحبت به نمایندگان به جز یک نفر به مدت 2 دقیقه در عرض کمتر از 30 ثانیه برای کلیات این طرح رأی گرفته. اینا حرف رسانه های خودشون، من دارم میگم یکی بعد میگه یکی از اعضای مجلس احتجاج که بخور معروف توی رأی گیری وجود داشته فرمایشی، خودش میگه اونایی هی زنگ میزنن، میگه یعنی قبلا به من زنگ میزدن و تهدید میکنن رأی موافق بده، شما تصمیم گرفتین کار خودتون رو هم میکنید. یعنی میگه منم حتی که از قبل بهم زنگ زدیم فرای حرفا همش مشخص بود میخوان چیکار کنن. حالا به هر حال این امروز به طور نمودی کار کردن از این طرح اول باید بیاد تو صحنه مجلس داید باش. اما ببینید این یه خلاصه ای، این طرح چیه؟ طرحی که مدتی پیش چند ماه پیش آوردن اون آخوند آقا تهرانی که اومد گفت به هر قیمت ما این کارو میکنیم، خیلی مخالفت شد، بعد برگشت، بعد بردن توی کمیسیونی گفتن که اونجا ما اساسش رو تصویب میکنیم که اگه بخوام بگم این ترک گفتم اسمش واقعا بسیار، اسمش هم دجالانه و فریبکارانه است. این مسدود میکنه بسیاری از امکانات اینترنتی و سرویس های مختلف اینترنتی مثل گوگل و اینستاگرام و حتی اونایی هم که قابل بازر، یعنی انقدر سنگین و کنده که قابل استفاده نیست. میاد این طرح که اینا میخوان ببرن چیکار میخواد بکنه؟ یه همچی مسائل رو حل، مثلا مسدود میکنه بسیاری از آپدیت های عرض کنم تو اینترنت رو، یا اجبار میکنه مردم رو، میخواد طرح جایگزین پیام رسانه های داخلی که اسمای مختلف میذارن فلان حرفا، میخواد اینو ببنده که مجبور کنه ببرن رو چی پیام های داخلی که اخیرا هم گفتن با کمک چین داره این کار انجام میده. بسیار از کسب و کارهای خرده خانگی به همین وسیله تعطیل میشه و دوچار مشکل میشه، بسته میشه، تایید یعنی اقدامی میکنه که هویت کاربران مجبور بشن تایید بشه، یعنی بیاد هویتشون معلوم بشه، بعد ورود این که به هر حال به خطر میفته حریم خصوصی. این طرح مجموعه‌ش از این حرفا که من خلاصه گفتم، این طرح آوردن
و به جریان انداختن. همون موقع هم که این طرح آوردن، حتی خودشون یعنی خود درونشون به ولوله افتاد. من یادمه الان اشاره میکنم به یه قرارگاهی به نام موسوم به عمار که اصلا باند خامنه‌ای هم هستن. بله بله. اونا گفتن آقایان زامن نارنجک رو نکشید، طرح سیاست از فضای مجازی لکه ننگ، لکه سیاه پاک نشدنی در کارنامه مجلس فعلی است. طرحی که میتواند مانند کشیدن زامن یک نارنجک در دست دولت 13 باشد. خب اینا که دلشون نسوخته برای مردم، بله. اینا میدونن که این میتونه چه تبعاتی داشته باشه. یا یه نمونه دیگه، زرقامی که رئیس گماشته خود خامنه ای بود 10 تو رادیو تلویزیون رژی، اون گفت این حرکت گسترده مدنی علیه طرح سیانت پیش از اینکه به محتوای طرح مربوط شد، به شکاف عمیق دولت و ملت و بی‌اعتمادی مردم به رفتار و نحوه حکمرانی. اونم هشدار داد. از اون موقع حالا چرا این طرح رو رفتن روش؟ پشت این طرح واقعا کی بود؟ بله. شخص خامنه ای. ببینید همه اول امسال اومد گفت چی؟ گفتش خیلی روشن، گفتش که دشمنان از فضای مجازی حتی اکثر استفاده رو میکنن. متاسفانه در فضای مجازی کشور ما اون راحت‌های لازم که من تاکید داشتم، پس معلومه حرفش قبل از اون حرفه، اون رعایت نشده، صورت نمیگیره. در یک جهاتی واقعا ول است، یعنی شبکه مجازی وله. کسایی که مسئول هستن باید حواسشون باشه، ول کردن فضای مجازی که افتخار نداره. بعد حتی برگشت گفتش که من اگر رهبر نبودم میرفتم رئیس چی میشدم؟ فضای مجازی کشور میشدم، که این رو خودش گفت. و بعدم چندین بار دیگه سر فضای مجازی که میدونیم سر همین که این وله، من اونا که گفتم رعایت نشده فلان، معلومه پشت این قضیه پس کیه؟ سفارش کیه؟ حرف کیه؟ شخص خود خامنه ای که میخوان از کار محدود کنن و سرکوب اینترنتی شو برن و اون چی خودشو میخوان جایگزین کنن. حالا نتیجه این شده، دعوا و کشمکش ها بسیار زیادی بین تو درون رژیم، عرض کنم جریانات مختلف، باندای مافیایی مختلف، چون فقط صرفا این مسئله جنبه های مختلف داره و عملا شروع کردن به طرق مختلف، بیانات مختلف هشدار دادن که اگه این کارو بکنید چنین میشه و چنان میشه. حالا این بحث که الان اومده رو میشه که کند شده، میگن چه؟ میگن همون کاری که میخواستیم بکنیم که جرأت نداشتین به صراحت اول بکنی و افتاد و همه هشدار میدن، دارین چرا خاموش همونو پیش میبرین. بزن یه نمونه بگم بهتون. عبدی از مهرهای ریزشی رژیم، این میگه که این موضوع ربطی به زیر ساختا نداره، یعنی کندی اینترنت. ظاهرا این وضع ناشی از اجرای بی سر و صدای همان طرح سیانت پیش از تصویب قانون است. این داره میگه. یا روزنامه حکومتی همدلی نوشتش، کندی اینترنت صدای همه را درآورد، موضوعی که تا به امروز هیچ کس مسئولیتش را به عهده نگرفته. کسی نمیگه چرا. اما زمزمه هایی از طرح اجرای طرح جنجالی سیانت از حقوق کارگران در برابر فضای مجازی وجود دارد، یعنی همون فیلترینگ. پس اونم داره چیه؟ دست میذاریم. پس برابری این طرح اشارتن کردم چیه؟ پشت این طرح کیه؟ واقعیت کندی هم وجود داره. خودشون دارن میگن که این داره ادامه چیه؟ دارن این داستان رو که میترسن از تبعاتش و همون هشدارهایی که خودشون دادن از این میترسن، دارن چیکار میکنن؟ چرا خاموش اینو چیکار میکنن؟ پیش میرن. همه میگن که این کندی داره همون خط رو چیکار میکنه؟ پیش میبره. داره. بله. حالا من در میون کلام شما یه نقل قول شنیدم، ظاهرا همین وزیر ارتباطات رژیم یا کی هستش گفته این علت این کندی ربطش داده به کرونا. حالا نمیدونم ربطش چیه، چه جوری کرونا میتونه تاثیر بذاره روی فضای مجازی. بگذاریم از این. ببخشید، البته توی رژیم همه چی به همه چی میتونه ربط پیدا کنه. حالا یک نکته هست، اینطور که شما فاکتور رو الان اشاره کردی، اینطور به نظر میرسی که در زمینه وحشت از خود فضای مجازی هیچ اختلاف نظری چیز نیستش، وجود نداره. بله. و یک دست، حالا هر کی یک طوری داره ترس وحشت خودش ابراز میکنه. پس چرا در اجرا و پیش بردن چنین طرحی چنین اختلاف نظرهایی هست؟ بله، ببینید این که درست میگین، یعنی روزی نیست که الان به خصوص این ماهای اخیر نسبت به فضای مجازی ابراز وحشت نکنن، از امام جمعه های خامنه ای بگیرین تا رسانه هاشون. بله. از اینکه آقا این چرا؟ چون هر اقدامی هر چیزی میشه
دیگه رژیم نمیتونه مثل قبل سرکوب سانسور کنه، و سرکوب کنه اطلاعات رو. بلافاصله منتشر میشه. هر حرکتی، هر اقدامی تو کشور، هر حرکت مخالفی، هر شعاری، افشاگری عمیق نسبت به اقدامات رژیم. ببینیم علم اولادا میگه آها این حرفا چی میدن، این علی افشاگری میگه علی من این حرفا رو میدن، چرا میشینین اینا رو گوش میدین و هیچی نمیگین؟ خب این که روشنه، همشون از این اصلا رأسشون که خامنه‌ایه میگه فعل دیگه و سفارش میکنه آقا جان وارد چید فلان، این که بلندم باشه. اما در پاسخ به سوال شما میذارم رو دو نکته به طور خاص تاکید کنم. واقعیت اینه که اینترنت تا اعماق مناسبات رژیم نفوذ کرده، تا اعماق رفته، یعنی و سیستم جایگزین هم نداره. سیستم جایگزینی که باید بتونه ارتباطات شحل کنه، چون ببینین سیستم اقتصادیش ارتباطات شحل کنه. ببین انبوهی مسئله کار و اقتصاد چیه، انبوهی شغل رو این الان تو جهان اینترنتی تو ایران هم همین بله. وجود داره. سوار بر اینه، ببینید تو خود قیام 98 خودشون گفتن یه مدتی که بستن بله و هم بله. بعد یه مدتی بعد گفتن که همین بستن $1 میلیارد ضرر اقتصادی ایجاد کرد. بله همه هشدار دادن به این. پس برای من نمیتونه به این سادگی اینو متوقف کنه بدون اینکه سیستم چیه، جایگزینی چیکار کنه، جاش بیاره و بذاره. این یک نکته. بله نکته دوم از نظر امنیتیه که این کار میتونه براشون پیامدهای قابل توجهی داشته باشه. بله. که من بهش اشاره کردم، خودشون هم بارها گفتن، حتی یکیشون گفت باوجه این کار چیه میکنین، این بازی با دم شیره. یعنی به این حد روی این دست گذاشتن. بله. حالا خب به قول معروف میدونن اقدامات اینجوری میده، هزینه سنگینی براشون داره. شما خاطرتون از مردم اون خاطرشون اینا سر ماهواره بشقابای ماهواره. بله. چه میکردند؟ بله میکشیدن پایین میرفتن. بله. با تناب بالا. بله. نمیدونن پاسدارا میآوردن پایین، بسیجی ها میآوردن، بعد میآوردن کف خیابون با نفربر میمدن. بله. له میکردن. بله. ولی الان کافی یک دونه عکس هوایی برین بگیرین از پشت بام ها تا ببینین بشقابای ماهواره چه جوریه. خب این شکست بر این شکست اونجا بود، همین شکست هم چشم انداز این کارشون هست، به خصوص که ما با گسترش عرض کنم که اینترنت، به خود اینترنت ماهواره‌ای مواجه هستیم که بله. این اقدامات در برابر اون هیچ کاری هیچ پیش نخواهد بود. بله. برای من در ناصیه این طرح هم این شکست چه وجود داره. خب علی‌رغم که همشون وحشت دارن ولی با این پدیده و این مسئله روبرو هستن و خب این هم یکی از بن‌بست هایی است که رژیم سراسر در بن‌بست باعث چه روبروست. بله من همینجا اشاره کنم که تقریبا نیمی از ایران الان زیر پوشش همین اینترنت ماهواره‌ای هستش و مناطق مرزی هم که از طرف کشورهای همسایه به راحتی میتونن وصل بشن. برای من سپاسگزارم مجددا از شما از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو حاضر شدین. خیلی ممنون. خب همینان گرامی گفتگویی بود با آقای اسدالله مصنا درباره کند شدن سرعت اینترنت و طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. برنامه تیک تاک رو با هم ادامه میدیم. ما صدای معلمان زندانی مظلوم هستیم که به ناروا در زندان هستیم. بینندگان گرامی در ادامه برنامه امروز مروری میکنیم به انعکاس بحران‌های رژیم در روزنامه‌های حکومتی و همراه میشیم با همکارم مسعود پیرنیا. مسعود سلام میکنم به شما، منتظر دنبال کردن گزارش شما هستیم. سلام به شما و سلام و درود به همه دوستان هممیهنان عزیز در هر کجا که هستیم. توی روزنامه‌های حکومتی سه‌شنبه سوم اسفند دو تا موضوع سفر رئیسی به قطر و همینطور سقوط هواپیمای F5 رژیم تو شهر تبریز تیتر مشترک اغلب روزنامه است. در مورد سفر رئیسی تو اغلب تیترهای این روزنامه ذوق زدگی از اینکه یک کشور این جلاد و پذیرفته تو اغلب تیترها دیده میشه. مثلا تیتر قطر برای رئیسی سنگ تمام گذاشت و امثال اینا. در مورد سقوط هواپیمای F5 رژیم تو تبریز تلاش مشترک روزنامه حکومتی اینه که افتضاح فرسودگی و اسقاطی بودن ناوگان نیروی هوایی رژیم رو به عنوان حماسه جا بزنن با تیترهایی مثل این است معنی ارتش فدای ملت یا فداکاران
حماسه سقوط. اینجاست که راستش شاید این اولین باره که توی حادثه سقوط هواپیما خلبان محکوم نشد و به جای این حماسه ساز شد. یه نکته هم در مورد سفر رئیسی اضافه کنم که در مورد دستاوردهای این سفر هم تیترهای پردودوده هم کم نیستن، اما روزنامه جهان صنعت به نقل از یک کارشناس حکومتی تو امور منطقه اینجوری آورده که این سفر به منظور راهگشایی برای مذاکره مستقیم با آمریکا و همینطور واسطه کردن قطر برای آشتی با کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده. به جز این هم توی روزنامه‌های حکومتی بحران‌های اقتصادی اجتماعی تو رأس اونا، بحران بودجه از یه طرف و وضعیت رژیم تو مذاکرات وین و سرریز شدن بحران‌های دیگه رژیم تو اون موضوع از طرف دیگه مضمون اصلی خیلی از مطالب روزنامه است. مسعود، صرف نظر از بحث‌های مربوط به تورم و گرانی و بی‌آیندگی بودجه، در بحران‌های اجتماعی نکته اصلی روزنامه‌های حکومتی چیه؟ بله، توی این رابطه در واقع مضمون اصلی مطالبی که بحران‌های اقتصادی اجتماعی رو بررسی کردن انگوش گذاشتن روی بلوغ این بحران‌هاست که به بحران امنیتی واسه نظام تبدیل شده. مثلا تیتر بر ما چنین مباد عنوان یه مطلب توی روزنامه شرقه که با اشاره به شکافی که بین دولت و مجلس دستساز خامنه‌ای سر بودجه هست، به شدیدتر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت هم اشاره کرد و از جمله نوشته: بدون درک شرایط بحرانی اقتصادی کشور، انواع تضادها و تناقضها در گفتار و رفتارمان بروز خواهد کرد و کار یار و غارترین افراد را هم به اختلاف و جدایی می‌رساند و یک دستی را به رویارویی می‌کشاند. روزنامه جمهوری اسلامی هم گزارشی داره با تیتر مناقشه ادامه دار بر سر ارز ترجیحی این بار توسط مجلس، که تو این گزارش در مورد دعواهای درون مجلس سر بودجه که به وجه امنیتی شدن اون اشاره کرده و به نقل از باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق مجلس، به مخالفای ابقای ارز ترجیحی خطر قیام و به صورت سربسته گوشزد کرد و از جمله اینطوری گفته: کمیسیون بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت. در مسائل امنیتی نیز نگرانی هایی وجود دارد، ضمن آنکه زیر ساخت ها و پیش بینی های لازم برای حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته. و تیتر سفره های کوچکتر وعده های بزرگتر هم عنوان مطلب روزنامه آرمانه که با اشاره به لاغر شدن طبقات متوسط و فرو رفتن اونا در اقشار پایینی هشدار داده که آنچه مسلم است امروز مردم دیگر تاب و تحمل وعده و شعار را ندارند. بعدش هم هشدار از دست رفتن زمان رو به نظام داد و اضافه کرده که نگاه موجود در مجلس و دولت فعلی آسیبزاست، زیرا فرصت خدمت به مردم در حال از دست رفتن است. پس در مورد خبرهای مربوط به بحران در مذاکرات وین و روابط خارجی نظام اشاره کردید که خیلی از مسائل در هم گره خورده. آیا در روزنامه‌های هر دو باند اینطور مطرح شده؟ خب ببینید، اینطوری میشه گفت که توی روزنامه‌های هر دو تا باند به نوعی این اعترافات دیده میشه. مثلا روزنامه ابتکار اعتراف کرده که توی مذاکرات فعلی نسبت به قبل این نظام عقب نشینی داشته و دستاورد کمتری داره. این روزنامه نوشته پیش بینی ها درباره بیانیه نهایی توافق نزدیک به این احتمال است که فرمول کم در برابر کم در دستور کار قرار دارد. این توافق نه به معنای احیای کامل برجام، بلکه تمهیدی برای بازگشت به این منظور است. روزنامه آرمانم به نقل از هاشمی طبا با اشاره به خوی چپاورگری و غارتگری نهفته و نهادینه شده توی این نظام نوشته که چه توافق صورت بگیرد و چه نگیرد تفاوت زیادی ندارد و رشد و توسعه کشور در اولویت نخست قرار نمیگیرد. توی روزنامه‌های باند خامنه‌ای هم اساساً چشم‌انداز هیچ توافقی رو نمی‌بینن و صحنه رو صحنه فشار بیشتر روی رژیم برای عقب نشینی کامل توصیف میکنم. مثلا روزنامه سیاست روز با تیتر معنادار غرب دلبسته لجن پراکنی به جای لغو تحریما
به موقعیت توی کورنر رژیم اعتراف کرده و نوشته طرف غربی با محوریت مذاکره و جنگ روانی و به زعم خود تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی به دنبال تکرار برجام 2015 و گرفتن امتیازات حداکثری بدون دادن امتیاز است. و بالاخره توی کیهان خامنه‌ای هم وحشت از تداخل و درهم رفتگی بحران‌ها و انزوای رژیم روشن‌تر ترسیم شده. کیهان زیر عنوان ادراکسازی برای مهندسی افکار عمومی اینطوری نوشته: آمریکایی‌ها بر روی مواضع خود مصر هستند و حاضر نیستند در مواجهه با امتیازاتی که ایران از حیث فنی به آنها می‌دهد تن به توافقی بدهند که خروجی آن انتفاع اقتصادی پایدار و تضمین شده برای جمهوری اسلامی باشد. در ادامه هم به دزدی‌های قالیباف و قاسم سلیمانی و پسرای شمخانی اشاره کرده و اینجوری نوشته: بیشک خبرسازی اخیر علیه شمخانی و سیاه نمایی علیه سپاه بخشی از این پروژه است. بله. خب دوستان عزیز، با هم مروری داشتیم به روزنامه‌های رژیم. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه کردید. خب همیهنان ارجمند، بینندگان گرامی، به انتهای برنامه امروز تیک تاک رسیدیم. امید دارم برنامه امروز که ارائه کردیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.